اول بینندگان خوب تلویزیون اصل امروز، به خصوص برنامه چهره ها، طبق هر جمعه در کنار دوست نازنین زهرا سوش. به 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 به، خدا رو شکر، خدا رو شکر که یه فرصت دیگه ای داره به من میده که در خدمت شما باشم، همراهتون باشیم تو سفره چهره ها. بیایم بعد از سالها، وای چه منظره قشنگی پشتمونه. مریم خانم دیگه، مریم چه کردی؟ خیلی قشنگه دیگه، خیلی برگای پاییزی داره میریزه. شما یه پشتو ببینین، اون برگ ریزانو ببینین چقدر آره. زیباست، شما بره قدم بزنه با واقعا برد. حس و حال قشنگی میده، چقدر زیبایی هست که ما حواسمون بهش نیست. به خدا به پنجره هامون حواسامون نیست. پنجره ها رو باز کنیم، اگه مردم رو میبینیم، اگه جمعیت رو میبینیم، اگه طبیعت میبینیم، حتی یه گنجشک میبینیم، به هر صورتی اگه آپارتمانی بریم بیرون، خیلی زیبایی ها شگفت انگیزه. جاتون خالی، ما رفتیم ونکوور، خوب بود؟ خیلی خیلی، جای همه تون خالی بود. اولین بار بود میرفتم، شنیده بودم از شما و دیگرانی که رفته بودین، گفتم خیلی زیباست. دختر من که عاشق ونکوور شد، پاییزو داشت، پاییز، کوه، جنگل، کلاغای زیادی قسمت، گفتم مگه اینجا ارواح هست، چقدر کلاغ زیاده. ولی اینقدر زیبایی طبیعت، گفتم خدایا یه عمری به ما بده که ما بتونیم چشمامونو به سوی این شگفتی ها و این زیبایی ها باز کنیم، بازتر کنیم ببینیم پوری جون زیبایی ها رو. رفتیم کنسرت آقای شهرام شپره عزیز، خیلی جاتون خالی بود، باورتون نمیشه، به معنای واقعی سولدات بود. مثل اینجا آره، 50 تا آهنگم اجرا کرد و دیگه همم که زلزله و ببین شهرام یه خاطره است. راست ببینین تمام هنرمندای ما از قدیم بله که الان تو اکثرا اینجا هستن، با هم اینا هم یه خاطره است. درسته با هر آهنگشون، هر که در هر سنی یه خاطری ازش داره. بله. و خب همیشه هم کاراش قشنگ بود. خیلی، مخصوصا باغ الفبا رو وقتی اجرا کردن. به نظر من باغ الفبا، دخترم اینو گفت به من، یادآوری کرد، گفت مثل سرود ملیه. گفت مامان احساس سرود ملی به من دست داد و وقتی میخوندم همه ایستادن، چقدر زیبا این شعر گفته شده. دست آقای هوشیار نژاد عزیز درد نکنه به این شاهکاری که ساختن. و اینو از کجا اومده این کلمات که نونو برمیداریم از سر سفره بعد ایرانو، و یعنی اصلا اینقدر زیبا. و باعث افتخار منه که یک نفر که قرار مستند برای ایشون بسازه در مورد شعرشون، از من خواستن که اجرا کنم شعر رو، باریکالله، و بدیم خدمتشون که این روش یه دونه مستند ساخته بشه رو باقی علف با. چقدر عالی، چقدر. من یادم نمیره هیچ موقع وقتی که این ترانه آمد بیرون، باور نمی کنید تمام هنرمند یکی پس از دیگری زنگ زدن و همین حرف شما رو گفتن که اون چجوری به فکرت رسیده یک همچین کلامی رو استفاده بکنی که بشه ترانه به این قشنگی. خیلی زیباست. حالا انشالله تو فرصت بشه تو این برنامه زیبا مریم عزیزمون باقی الفبا رو پیدا بکنه که بتونیم یه قسمت هایش رو حداقل بشنویم و برای شما دوباره یادآوری بشه که چقدر خوبه. هم شب یلدا هم که نزدیکه، بح بح. مریم باید یکی از همون کارهای یلدایی رو بکشه بیرون، زیر خاکی رو بکشه بیرون که بتونیم صحبتی در مورد شب یلدا هم داشته باشیم. پوری جون، یلدا که میاد چه خاطره ای داری ازش؟ من یلدا که میاد یاد فامیلی میافتم، زمان بچگی میافتم، اون کرسی میفتم. بله. اون کرسی واقعا عجب سنتی بود. اون زمان ما دوزاریمون نمیفتاد که ما واقعا چه سنت قشنگی داریم، چه مراسم قشنگی داریم. الان که رفتیم به این سن رسیدیم و پرت شدیم این برای دنیا، الان قدرش رو میدونیم، میدونین. و یاد اون کرسی میفتم که روی کرسی یه دیس خیلی مجمع بهشون گفتن، مسی بود و کنگره داشت، مسیه گرد که همه خانواده ها داشتن دیگه. تو اون همه چی بود دیگه، از آجیل و از هندوانه و از نمیدونم انار و دیگه اون چی که شما فکرشون کنیم، بال حافظ و چه زیباست. آدم خیلی، جای گرم و نرم بره اون زیر دوره هم بشینن روی زمین و بعد شعر حافظ بخونن.
خیلی خیلی هممون خاطره داریم و این خاطرات مشترک ما رو به هم دیگه وصل میکنه. مثل اسم قرمه سبزی که میاریم یه دفعه هممون به هم وصل میشیم، یا کباب کوبیده که مخصوص ایرانه، یا فسنجون، یا حالا هر غذای دیگه. این مسائل و این سنت ها خیلی باید قدرشو بدونیم. به خصوص من کسایی رو میشناسم که من توی جلسات زیادی که میرم، مادرایی که خودشون هم حتی اینجا بزرگ شدن ولی برای بچه هاشون سفره شب یلدا رو میندازن، سنت های ایران رو برگزار میکنن، حافظ خانی میکنن. و در قسمتی که نیپاک مال اورنج کانتی، خانم دکتر سیری هستن و عزیزانشون که به زودی هم یه جشن بزرگ دارن که خانم دکتر فوجان زینی هم اونجا سخنرانی خواهند کرد. این عزیزان یه جلسه گذاشته بودن بزرگ توی اورنج کانتی که من رفتم، برای همین جشن گذاشته بودن. بعد یه خانمی میگفتش که من خیلی قصمه. گفتم چی شده؟ گفت من برنامه های شما رو میبینم ولی بچه های من جراحن، جراح اطفالن، خیلی هم تو آمریکا موفقن، ولی قصمه که چرا بچه هاشون مراسم ها رو نمیدونن. ولی همون بچه ها میان خونه من برای یلدا، برای مراسم دیگه، آره دوست دارن، دوست دارن که اینا، به خاطری که همه ما دوست داریم از یه تمدنی بیایم، از یه جایی بیایم، آواره نباشیم، معلق نباشیم. و تاریخ این قشنگی رو داره که آدم ها رو به هم وصلشون میکنه و قشنگی ما زیاد داریم. منطقه خب حالا رژیمی که الان هست هی داره همه رو سرکوب میکنه. ما نباید به این رژیم کار داشته شد. اتفاقا جوانای ما هر سال که داره میگذره نسبت به آداب و رسومایی که زیبا هست، درسته، ریشای مذهبی نداره، حساسیت بیشتری دارن نشون میدن و خیلی زیباتر و با شکوه‌تر دارن برگزار میکنن. الان من یک کلیپی فرستادم برای مریم جون که نشون داره میده که در تجریش تهران به چه شکل تزیین کردن و چقدر تو خیابون کرسی گذاشتن، نمیدونم از اون بالشای قرمز و سفید گذاشتن. اگر بتونن کلیپو پیدا کنن، یه دونه الان آماده کرده که شب یلدا تو مبارک ببینیم و بعد دوباره اون خوشگله رو ببینیم. در مورد پوست میخوایم صحبت کنیم، در مورد مو میخوایم صحبت بکنیم، در مورد آرامش و دوست داشتن میخوایم صحبت کنیم و مسائل دیگه‌ای که خوشحالمون میکنه. مرسی که با ما هستید. چیه؟ یه این شبه چرده آمدین خانه ما هی رفته میانه گوشیاتان ول کنیم اینم بابا بدیم اینم یکی تا کپش کنه گرفتن دستشانو بدیم اگه گوشیاتانه بدیم اگه بچم آب شد و این گوشیه همه 24 ست و این گوشیه هفته بچه وقتی یه آجیل ماجیلی بیاریم بخوریم، یه آهنگی بذارین آن چله بشه چله نشه چلت میشم من، حتی اون یه دقم بیشتر نشه چلت میشم من، میشم کش میجه گردو گیلاس خوشی و آلو، میریزم کف دوری ننه برداری فوری، هوای در سرده در یخ گرده در زقم میباره، برانه در تو که با دل بری چایی میاره، ازت یه عکس نازی بدم پیجای مجازی، ماره با هم بذارم درامان حرف درارم، شب چله بشه و چله بینی شنده و رکرسی، بال حافظ بگیری منیشه اما بپرسی، بگم یعنی اناره ترک خورده دوباره، اول آسان نموده حالا مصب دراره، لبو داغه کدو داغه کف دستای نداغه، سر لپات گل انداخت و دوتاش قده یه باغه، خمام تو شب نشینی بسیار زیبا، خیلی قشنگ. میگم ببینید کدوم فرهنگ هست که اینقدر شادی و قشنگی و رنگ توش باشه، رنگ توش باشه واقعا. وقت هر فصلش و هر دیارش و هر شهرش خیلی زیبایی توشه. یعنی کوههایی که مثلا تو ایران من خاطره دارم، کوه قرمز میدیدی، سبز میدیدی، رنگوی مختلف میدیدی، خیلی قشنگ. یه شعر کوتاهی رو تقدیمتون کنم بعد بریم یکی از برنامه‌ها که آماده است.
میگه به دیدارم بیا هر شب، به دیدارم بیا هر شب، دلم تنگ است، دلم تنگ است، بیا ای روشن، ای روشن تر از لبخند، شبم را روز کن در زیر تن پوش سیاهی ها. این شعر از مهدی اخوان ثالث بود که یکی از خب دیگه خودتون میشناسید بهترین شعرهای ما بود و میگه زیر تنپوش این همه سیاهی ها یه دونه یار، یه لبخند، یه عشق میتونه ما رو گرممون بکنه. اینه که ثروت ما به خصوص هرچی سنمون میره بالاتر دوستان ما هستن، دوستان خوب، حالا هر کجایی که باشن. من این سفر ونکووری که رفتم پوری جون، خب به بهانه دیدار دوستم رفتم کنسرتم، یعنی تنظیمش کردم. ایشون 30 سال بود من ندیده بودم ایشون. بعد زمانی که من مدرسه داشتم توی ایران، داستان جالبیه که ایشون در جنوب ایران اومده بود زندگی میکرد با همسرش که در ارتش بود، با من آشنا شد و من هم صدا سیما خبر میخوندم، هم مدرسه داشتم برای زیبایی و کازمتولوژی و دیپلم میدادم. دیپلم ایشون از من هست، از آموزشگاه من. ایشون گرفت و باهاش داشت میگفت کل زندگیمو پول در آوردم ازش. گفتم خدا رو شکر. و مربی من بود بعد از من، خود ایشون تدریس میکرد سالها و ما همدیگر رو نه که گم بکنیم، از طریق سوشیال مدیا سریع همو پیدا کردیم و وقتی دیدیم روز اول روز دوم دیگه همونیم، دوباره آدم به هم وصل میشه. اینه که چون خاطره داریم، آره صداقت داریم از هم، میدونید. بله، این مسئله باعث میشه که هیچ موقع رابطه قطع نمیشه. یه تلفن بزنیم دیگه به اونایی که سالها صداشون رو نشنیدیم، دلمون تنگ شده براشون، تلفنی ازشون داریم، پیداشون کنیم، حال خودمون خوب میشه. دقیقاً خیلی زندگی معنادار میشه با همین یلداها، با همین ارتباطات. هر چی هم که ما امکانات داشته باشیم ولی رفیق خوب نداشته باشیم به درد نمیخوره. خیلی خوبه. و رفیق خوبم، یکی از دوستام گفتش که من چه جوری رفیق پیدا کنم؟ خانم سوشال داری میگه رفیق و دوست و سر. گفتم اینم یک میدونی سرمایه گذاریه. رفیق خوب داشتن باید زمان براش بذاری، باید یه مکانی رو باهاش باشی، باید وقت بذاری تا متوجه بشی که آیا میتونه رفیق خوبی برات باشه یا نه. باشه آفن، نمیتونی بگی اول اون خودشو ساب. نمیشه، آدم باید بره جلو، ضررا رو بده بعد. سروش جون، رفاقت رو در بده و بستون میبینن. بله این نیست. نه میدونی بده و بستون حالا هرچی میتونه باشه. بله، حتی میتونه تلفن باشه که میگه چون تو من الان اتفاقی که دوستان خیلی قدیم هم سر همین مسئله اصلا رابطه ما قطع شده، ولی که میگو همش من به تو زنگ میزنم، تو من زنگ نمیزنی. چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ من گرفتارم، کار دارم، فرقی نمیکنه. ولی گوشی رو که بر میدارم، اسم تو که میبینم بلا فاصله جواب میدم، مشتاق دیدارت هستم، بریم با هم بشینیم یه جا. ولی خب حساسیت داره نسبت به این مسئله. این حساسیت رو واقعا باید از بین. خیلی تو رفاقت اصلا، مگر اینکه زنگ بزنید یه بار دو بار سه بار کسی جواب نده. این یه حالت توهین داره، یه حالت بی احترامی داره و ما باید به خودمون احترام بذاریم. اون فرق میکنه. ولی به نظر من باید سرمایه گذاری کرد برای دوست. اصلا باید بر بخور اگه جنسشو میشناسی. آخه یه ذره که تجربه پیدا میکنیم با یه نفر، یه بار که میری نشانه ها رو میبینی. نشانه هایی رو اگه دیدی داری اذیت میشی، فقط فاصله بگیر. نشانه های زرنگی، آره زرنگی، معامله گری، نمیدونم سوجویی، اینا یه چیزایی که حالا ممکنه مدرسه ای باشیم اینوری، ولی کم کم تجربه میکنیم و بادی لنگویج و حس و اینا رو آدم میگیره. ولی بعضی وقتا هم خب حسامون اشتباه میکنه، باید به اصطلاح دوباره ما یک بار دو بار به یه نفر فرصت رو بدیم. به هر حال بریم هندونه ببینیم، هندونه های شب یلدا رو ببینیم و برگردیم. یعنی در حقیقت یه سری امروز شنبه است، 18 آذر، تجریش، بازار قائم، رفتم به استقبال شب یلدا. مشکل درست کردم، گفتم شما ها میدید
حظی ببرید. اینم کرسی شب یلدا با باسلوق و خربوزه و خرمالو و توشک و پشتی و استکان چایی و کوزه آب و کتاب مشق دبستان، فارسی اول دبستان و خرماب و لواشک و بخاری علادین و فال حافظ که خیاطی هم اونجا هستش. این هم خرمالو هاشه، بعضیش سفته بعضیش رسیده. اینجا یک گالری، همه مشغول کارهای نقاشی هستن تو این گالری ها. این هم کدوهای تنبل. خب دیدی چقدر قشنگه؟ آفرینش زیبایی. بعضی اصلا خلاقن تو هر چیزی. این گاری های قدیمی رو برداشه، دلم هوس کرد پاشم برم الان. به خدا حتما این حالت برای شما دست داده. حتما حتما شرمنده که من تلفن ها از طرف من کمش کنم. میدونی حتما وقتی که شما این تصاویر رو دیدین برای شما پیش اومد این حالت. دوست داری بری تجریش، دوست داری بری اونجا، حالت خوب میشه. امیدوارم که یه روزی بشه هممون اونجا بریم دیگه. آرزوی هممونه که اینا نمیذارن. خب دیگه مطلبی چی؟ بله من یه شعر آماده کرده بودم که بخونم. البته یه شعر یاریه برای یار دیگه. میگه شنیدم چشم به راه باران پاییزی، شنیدم چشم به راه باران پاییزی، کنار پنجره اتاقت می نشینی و بوسه در سیگار می زنی و بوسه بر سیگار می زنی، خوش به حال سیگارها. شنیدم تنهایی به کافه می روی، خیابانها را متر می کنی، بی دلیل می خندی. شنیدم خوابهایت زمستانی شده اند، روزهایت کوتاه، موهایت کوتاه، راستی کنار همیشگی هایت، شبهای تنهایی دلتنگ من هم می شوی. خیلی دوست داره آدم بعضی وقتا افراد دلتنگش بشن. میدونی همیشه این نیست که اکثر ما به خصوص خانوما و مادرا و خواهرا همش به قول اینجا یه گیور هستیم، دوست داریم مسئولیت داشته باشیم، به همه برسیم، محبت افراد رو قبول نمی کنیم. تو چرا برای من کادو گرفتی؟ تو چرا به من مثلا محبت؟ همش احساس میکنی ما با محبت، در صورتی که نه دوست. این قشنگه که یه نفر دلتنگمون بشه، قشنگ کادو بگیریم، قشنگ گل بگیریم برامون تولد. تولدتون واقعا مبارک و تشکر از اصل عزیز، دختر با لیاقت و متفاوت و عمیق و مهربان شما و تبریک به خودتون به خاطر پرورش چنین دختری که چه تولد قشنگی براتون گرفته بود. زحمت کشید. دستشون درد نکنه. همین ها زندگی. بله. همین عشقا، همین برخوردا. و بریم باقی الفبا رو ببینیم و برگردیم تقدیمتون بکنیم. Thank you.
بله میگه برخیز و بخند و زندگی کن با عشق، صبح دیگری دوباره از راه رسید. امروز صبح از خواب که بیدار شدم برادرم اومده بود دیدار پدرم. بعد هر وقت که میاد کافی درست میکنه، یه کافی مخصوص خودشه که همونجا پودرش میکنه، بوی خوشی داره. این کافی رو داشت درست میکرد، همینجوری خبر داشت گوش میکرد، خبرهای دنیام که میدونی اصلا قلب آدم درد میگیره، تیره و تاریکه. بعد بهش گفتم چرا اینو گوش میدی؟ الان داری کافی میخوری؟ گفت آخه بیا ببین این کارو کرده، اون کشور اینجوری کرده، اینطوری شده، اونجوری. گفتم الان تو این زهر ما رو با کافیت با هم داری میخوری، چه کاری برای دنیا میکنی؟ به پدر بچه‌هات داری ظلم میکنی، به خواهرت داری ظلم میکنی، به پدرت که کنارت نشسته میخوای محبت کنی چار اینجوری نشسته، تو هم تو خبری، آخه چه فایده داره؟ بعد یه موزیک شاد براش گذاشتم، گفتم حالا کافی تو بخور. اینجا هم بزرگ شده تو آمریکا، خیلی هم زود تحت تاثیر قرار میگیره. خانمش هم آمریکایی بوده، گفتم بابا ولمون کن برادر من، اگه کاری از دستت برمیاد انجام بده. من دوست قدیمیمو میخواستم ببینم، پشتم رفتم دیدم یه نفر شاد کردم. کاری از دست اون برمیاد انجام بدیم، اینکه بشینیم همش خبر رو ببینیم بگیم چهره ها چرا مثلا این حرفا رو میزنه. به نظر این حرفا کوچیکه، ولی یاداوریه که زندگی همین کوچولوهاست. همین کافیه. اینقدر خوشم میاد از پوری جون، عاشق اینه که بره کافی شاپ و یه شیرینی بگیره و با کافی. امروز اینقدر خوشحالم، رفتم آزمایش خونم رو گرفتم، نداشتم، اومده بود پایین. والا بلا میدونی چه کار کرده بودم؟ به من گفتن قند داری، مثلا چند وقت نوبت قبلی که گرفتم، 3 ماه پیش 4 ماه پیش. بعد اومدم فقط کربوهیدرات رو حذفش کردم، یعنی کتوژنیک، رژیم کتوژنیک رو گرفتم. به این صورت که حتما همتون تجربهش رو دارین، صبح که بیدار میشم از خواب نونم رو نصف کردم. مثلا اگه یه تکه این قدیم میخورم نصفش کردم کوچولو، بعد قاطقم رو بیشتر میذارم، مثلا پینات باتر بیشتر میریزم روش، یه ذرم عسل، بعد یه ساندویچ قوی میگیرم ولی نونش کم، نون و آرد و برنج رو کم کردم، قندم اومد پایین. بله
امروز اینقدر خوشحال شدم که خدا میدونه. شما غذا خیلی کم دارید. آره ولی قند ربطی به غذا نداره. ولی چند بار غذا میخوریم؟ ببین میگن آدم ها مثل انسان های نخستین اگه بشن که روزی یه بار غذا میخوردن چون سخت بود میرفتن شکار و اینا تا میمدن بپزن و پختنی که در کار نبود تا میمدن آماده کنن و اینا، بعد پختن هم که اومد اینا یه نوبت غذا میخوردن. ولی بعد ما آسون در اختیارمون غذا قرار گرفت. مثلا گندمو نمیخوایم بریم بکوبیم، آرد کامل در یخچالی که با میکنی همه غذایی هست آماده. وقت این بدن ما گناه داشته اینقدر غذای زیاد بهش دادیم. حقیقتا من یک و نصف بار میخورم غذا. یعنی الان مثلا صبحانمو که میخورم، بعد از ظهر یه غذای کوچیک میخورم، بعد دیگه میره تا دوباره فرداش. یعنی 12 تا 14 ساعت ناخودآگاه روزت جا خیلی هم آسونه. مثلا 8 شب اگه شامی میخورم تا 8 صبح که میشه 12 ساعت، تا یه 2 ساعت هم به خودمون ور بریم و یه دوشی بگیریم کارا بکنیم بیاریم، میشه 14 ساعت ما روزه گرفتیم شبانه. دقیقا. بعدم نونمو کم کردم، نون و برنج رو که کم بکنیم خیلی اتفاقات قشنگ میفته. من یه دوست دکتری دارم یه چیزی به من گفت که من چیز شد باعث شد رژیم رو بگیرم. پوری جون گفت هر قندی، شکری، برنجی، سیب زمینی، کربوهیدراتا هر چی بخوری اینا خورد شیشه، مثل خورد شیشه تو رگای توهی پاره میکنن، زخما درست میشه دوباره پاره میکنن، زخما دوباره بسته میشه. این زخمایی که درست میشه مثل روی دست که زخم میشه بعد باند پیچیش میکنی از رو برجستگی داره، میگفت تو رگات اینطوری میشه، بعد رگا تنگ میشه، کلسترول هم که میاد تنگ ترش میکنه، سنمون هم که بالا میره هی تنگ تر میشه. میگفت دیگه چیزی نمیمونه برات. این تشبیهی که برای من کرد، نونه که میخوام بخورم میگه خورده شیشه میخوام بخورم. نونه چی شد افتاد؟ حالا یه آقای دکتری که من خیلی قبولش دارم در مورد استاتین ها، یعنی در مورد چی صحبت میکنه که کلسترول، این حرفای ایشون رو واقعا گوش کنید، باور کنید. اگر شما اطلاعات پزشکیتون زیاد بشه، منم همینطور، و یاد بگیریم چطور رفتار کنیم، 20-30 سال انشالله از خدا بیشتر عمر میکنیم. حالا دکتر کارندیش میگه 40 سال، حالا من میگم 20-30 سال. بریم گوش کنیم ببینیم آقای دکتر چه. استاتین ها چی هستند؟ توی ایران بیشتر آتورواستاتین و روزواستاتین درمان اصلی کلسترول داروهای استاتین هستند. استاتین ها حتی بیش از درمان کلسترول اثرات مفید برای قلب دارن. مثلا التهاب عروقی رو کم میکنن و بنابراین اثراتی بیش از کنترل کلسترول دارن. الان عدد نرمال LDL کلسترول که کلسترول بد هست زیر 100 هست. خیلی وقتا اغلب موارد ما باید استاتین رو شروع کنیم برای درمان بیمار. بنابراین آتورواستاتین، روزواستاتین اسای دست ماست، به خصوص در مورد بیمارانی که مشکلات عروقی دارند. LDL کلسترول اینها رو باید بیاریم زیر 55. تعجب نکنید اگر در ظاهر با عدد آزمایشگاه LDL کلسترول شما نرمال هست، 110 هست، 80 هست، 90 هست، زیر نرمال هست و پزشک قلبتون میگه شما باز باید دوز آتورواستاتین یا روزواستاتینتون اضافه بشه، چون پزشک قلب هوشیار شما میخواد LDL کلسترول شما رو بیاره زیر 55 به هر قیمتی که شده. خیلی خوبه، خیلی خوبه. واقعیته. یعنی پیچیدش نکنیم تو رو خدا، هی با دنیای پزشکی قهر نکنیم. قبل از خواب بخوریم، هی نگین من این گلگاب زبون رو میخورم خوب میشم، اینو میخورم خوب میشم. رژیم غذایی خوبه، ببین کربوهیدرات ها رو کم میکنی کار. ولی داروها نقش اول رو دارن. زمانی که دکتر گفت دیگه کلسترولت نداری و برو نخور، اون وقت نخورین یا کمش کنین. ولی خواهش میکنم، به خاطر خودم هم دارم یادآوری میکنم، چون منم خیلی سهل‌انگار بودم پوری جون. هی میگفتم حالا خوب میشم، حالا طب سنتی برای وقتی خوبه که از وقتی به دنیا میایم غذا خوب بخوریم، برای پیشگیری خوبه. ولی من مداوا که نمیتونه بکنه. نه، وقتی آهن خون من پایینه با این چیزایی که به ما میدن میگن بخور اینا ساپلیمنت و اینا، اصلا کار نمیکنه. الانم که ثابت شده که ساپلیمنت ها اصلا آهن نخورین بهتره، باید آمپولشو بزنی، یعنی توی سرم بزنی.
ویتامین ها به همین صورت، یعنی اینا وقتی به صورت ساپلیمنت میره، خود ژلی که ساپلیمنت رو ساختن، ببین این کپسول ها یه عالم ژل روشه دیگه، معلوم نیست از چی گرفتن، از چه حیوانی گرفتن، از چه موادی گرفتن. اینا رو کی جریمشو میده؟ کبد من جریمشو میده دیگه، از کبد باید بگذره اینا دیگه. بنابراین از طب جدید پزشکی و دنیای علم استفاده کنیم و اینقدر دنبال خرافات و سنت و ساپلیمنت ها نریم. ببینیم دکترمون چی میگه. اگه میگه ساپلیمنت بخوریم بخوریم، ولی سر خود کاری نکنیم. من الان دارم این درس ها رو به خودم میگم که یاد بگیریم. آره، بریم ببینیم که چی برامون آماده کردن. برخیز و بخندم که بهتون گفتم، ولی وای این چایی که من میبینم خیلی حالم خوب میشه. بریم کلیپی رو که مریم جو فرهم کردی ببینیم. آخ اینقدر حرف دارم براش که نمیدونم. واقعا پر از حرفه. به هوای روخنه آب میان، بشی وقت بده آب میان. بوغی این داستان داره. دنیای ما از جوانش گرفته تا سن بالا زیر بار زور نمیرن، نباید برن زیر بار چوب و شمشیر نمیرن. نگاه کنین یادتونه انقلابی که انجامش، یعنی انجام نشد، ولی تحولی که در ایران به وجود اومد، یه پسر جوان شروین آهنگ برای ببینین چه قیامتی به پا کرد. بعد از اون چشم ما به این شخص روشن شده مده. که با یعنی یک همچین ابتکاری که در بازار رشد ماهی فروشا انجام داده و استقبال شدید داده شده، تمام گروه های مختلف، هنرمندا، ورزشکارا، تو هر صنفی که فکرشو بکنی، دقیقا دارن الان یک همچین حرکتی رو انجام میده. آره، البته مثلا یه سری گفتن که اوکی دولت خواسته که انحراف مثلا افکار از روی نمیدونم دزدیا ببره. همیشه دزدیا بوده و هست و خواهد بود، تا این رژیم هست دزدی هم بهش گره خورده، خودشون هم میدونن، ما هم میدونیم. ولی یه چنین حرکت‌هایی مثل همون ترانه برای، مثل این که به قولن آقای بوقی اختراع کرد یا این که به وجودش آورد یا به هر حال انجامش داد، الان به قول فرمایش شما همه جا داره انجام میشه، هم ایران هم تو مهمونی ها. این او خیلی قشنگه. یعنی من یه کلیپ دیدم روی فیسبوک، خیلی بفخشین، و روی اینستاگرام که حرکات های بله. هنرمند های یعنی هالیوودی رو ورداشتن، این متن رو روش گذاشتن. آره، این ترانه گذاشتن. روش گذاشتن واقعا و خیلی زیبا شد. رقص مقدسه. بله. رقص با هیچ کلمه‌ای نمیشه جاشو بذاری، هیچ کلمه‌ای، هیچ حرکتی جاشو نمیگیره، و به خصوص که حالت اعتراضی اگر داشته باشه که حالت اعتراضی داره. حالا یه نمونه هایش رو مریم عزیز آماده کرده، ببینیم. ببین جهانی شد این او دیگه. خیلی خوبه.
شد اون که باید شاید کلیپ پیدا بشه. اشکال نداره، ما خودمون باشیم جایی که بود واقعا براشون سخته. به هر حال همه جا تو مجالس و رقص ها و توی باشگاه های ورزشی و همه این او رو حتما خودتون هم روی اینستاگرام و جای دیگه دیدین، منبعش آقای بوقیه که از اونجا اومده. خب حالا بریم برای اصلیشون بوقیه، فامیلش بکنم بوقی بوده دیگه، نمیدونم، ولی خب بوقی زد اسمشو گذاشتن، اصطلاح بهش دادن، نمیدونم ولی بهش اومد هرچی بود. این بوقی کار خودشو کرد، خیلی خوبه. بریم برای موی کم صحبت کنیم که سوال کرده بودن اینا. این روزها خب موهای میگن نازک شده، دمیج شده، چه کار بکنیم براش؟ به نظر من بعضی وقتا هیچ کاری نکنیم، یعنی شامپوهای مختلف زدن، شامپوها همه بیسش یکیه، تمام شامپوها فرمولش یکیه، فقط اسارهای مختلفش اضافه شده. مثلا شامپویی که 99 سنت شما میگیرین با شامپویی که 100 دلار میگیرین فرمولش یکیه، منتها ما باید رقیق کنیم شامپو رو اولا، دوما اگر چند بار میریم حمام با آب، با آب به اصطلاح مستقیم، آره مستقیم خود شامپو رو رو مو و چیز نزنیم، چون غلیظه، پی‌هاشش خیلی بالاست و این پی‌هاش بالا مو رو اذیت میکنه، دمیج میکنه مو رو. حتما مو رو قبلش هم میتونید یه ذره مسترایزری، روغن، چیزی بزنید و قسمت ساقه رو هیچ کاری باش نداشته باشیم لطفا. این ساقه یه قسمتی مثل چوب مرده است، به خاطری که نه رگ خونی داره نه سلول چربی داره، این ازش میره. آره ببین، اگه اویل هم میزنین، حالا هر اویلی برای مو فرقی نمیکنه، هی همه میگن روغن کرچک بزنیم یا زیتون بزنیم، وقتی که این فقط میخواییم با روغن پرش کنیم، بنابراین هر روغنی به ساقه مو بزنید فرقی نمیکنه، برای ریشه فرق میکنه. مثلا کرچک و روغن بادوم دوتا روغنیه که رشد مو رو افزایش میده. چرا؟ چون سرکولیشن و اون جریان خون رو در سر زیاد میکنه و باعث میشه که فولیکول ها بیشتر خون بهشون برسه و خب نتیجه بهتری هم داشته باشه. ولی برای ساقه مو اگه میخواین بزنین، نرین پولاتون رو بدین روغنای گرونی که برای مو اومده رو بزنین، چون این بابا مرده است، فرقی براش نمیکنه، فقط موضوع اینه که چربیش کنیم که شفاف بشه و پر بشه از چربی، ولی نوع چربیش فرقی نمیکنه. ولی برای سرتونم از کرچک و بادوم استفاده بکنین. سروش در تایید حرف شما برای ترکای پا، میدونی که پا بعد از یه مدت اصلا یه ترکای کوچولو کوچولو بر میاد دیگه. خب من خیلی میرفتم سراغ کرمای گرون قیمت و فکر میکردم که حل میکنه دیگه مسئله رو. بعد باورتون شاید نشه، با یه ذره وازلین، وازلین من هر شب با یک ذره کرم که به دستم میمالم و اینا با این قاطی میکنم و به پام میمالم و اینا، به کف پام در حقیقت برطرف شد، برطرف میشه وازلین که معجزه است. یعنی با یه وازلین ارزون قیمت مثلا 2 دلاری. بله ما اگه یادتون باشه توی برنامه های چندین سال پیشمون جز اولین برنامه هایی بودش که اینا رو ما می آوردیم نشون می دادیم که برای ترک کف پا، یکی از معجزاتی که ما روش کار کردیم و از طریق برنامه همه دوستان استفاده کردن و نتیجهش رو گرفتن، اگه یادتون باشه پودر آسپرین و وازلین بود که ما گفتیم بری 99 سنس و آسپرینایی که روکش نداره، از همه ارزونا که روکش نداره مثل گچه، این آسپرینا رو بخرین، پودرش کنین و با وازلین یک کرم به وجود بیارین که اسکراب هم میشه. اگه به پوست صورتتون بزنین، چون دوندونه های آسپرین حل نمیشه توی وازلین، اینا اسکراب میکنین روی پوستتون، بعد پوست رو با شامپو بچه میشورین و بعد لسیان میزنین. این کاری بودش که خیلی خیلی ها انجام دادن
و همش زنگ زدن و دعا کردن. حالا ما میگیم برای اون دسته از عزیزانی که یادشون رفته، برای اون عزیزانی که تازه به جمع بینندگان خوب ما از طریق فیسبوک یا از طریق جیل باکس هاشون و جیل ویز دارن وصل میشن، از طریق اینترنت وصل میشن، اینا رو، این فرمول رو اگر داشته باشین تو زندگیتون همیشه، هیچ وقت نه آرنجتون رنگ تیره میگیره، نه دستاتون تو زمستون و پاییز خشک میشه، نه ناخوناتون اذیت میشه، نه موهاتون اذیت میشه. البته برای مو فقط همون وازلین کافیه، یه ذره وازلین به مو بزنید بعد به قبل از شاور، قبل از شاور بیشتر اگر اومدین امانتش خیلی باید کم باشه، یعنی مقدارش. وقتی که مو خیسه، خود من یک قطره به اندازه نخودم کمتر کف دستم ماساژ میدم، میذارم اونقدر زیاد نه که به هم بچسبه. سشوار میکشی نمیسوزونه مو رو؟ نه نه، سشوار داغ که هیچ وقت نباید اونقدر، اتو ممکنه بسوزونه، اتو هم خب باید کمتر درجهشو بذاریم. این درجات زیاد فقط برای موهایی هستش که رنگین پوست هستن، افراد سیاه پوست هستن و زیاد از حد مجعد مو، یا اینکه موهایی دارن که بیش از حد خشنه. ولی موهای معمولی و متوسط حرارت کم وازلین کارش نمی میکنه. یا بعد از اینکه اتو کردین بزنین، بستگی داره موتون رو باید بشناسین. من بعد از سشوار معمولا خیلی خوبه که دلت راحت باشه که وقت نکنه سشوار بسوزونه. یه قطره خیلی کم، هر روغنی که دارین ندارینم وازلین خیلی کم، چون وازلین بعد چیز میشه، جامد میشه و ممکنه مو رو به هم بچسبونه. بنابراین اگه میخواین بزنین خیلی کم میزنین و رهاش میکنید، یا اینکه روغنهای دیگه. بعد از حمام به نظر من روغن مایه بهتر جواب میده و براق‌تر میکنه، ولی قبلش وازلین خیلی کمک میکنه. ساقای موتون رو با وازلین بزنید، ریشه رو که شستین همین آب کافی که میره کافیه، یعنی دمیج نکنین، مخوره میشه، اذیت میشید. بنابراین مرسی که گفتین در مورد وازلین، که بگم آسپرین رو بهش اضافه کنین و برای آرنجتون، ناخوناتون، دستتون و کف پاتون هم که خب بعد روش جوراب میکشین شب تا صبح و بعد میشورینش، حتی گردن اگر سیره میشه خیلی کم. ما 3 دقیقه فرصت داریم. ای بای چقدر زود گذشت. در از این 3 دقیقه دلم خواهد که از شعرها رو حتما اجرا کنین. حتما. آخه چه قشنگه دوباره این شعر از محمود دولت آبادی که میگه: گفت که قصه‌اش را نخورد، چون که آدم اگر پیش از بلا شروع به قصه خوردن کند، بلا زودتر او را از پا می اندازد. تا برف نیامده آدم پارو نمی زند و بالای بام نمی رود. چقدر این درس توش بود. بذار دوباره بخونم. گفت که قصه‌اش را نخورد، چون که آدم اگر پیش از بلا شروع به قصه خوردن کند، بلا زودتر او را از پا در می آورد. چه فکرها که کردیم در زندگی، یه دونش هم انجام نشد، همجوری مثل خوره و راجی کردیم ذهنمون و ما جدی گرفتیمش و قصه خوردیم. هیچ قصه ای نخورین. به یک عالمی گفتن اگر یه دونه بیلبورد بزرگ بهت بدن توی خیابون شلوغ، شلوغ‌ترین خیابون دنیا، چی می نویسی؟ گفت روش می نویسم خبری نیست. خبری نیست. مواظب خودتون باش. دقیقاً. لسیلم یادتون. آخر هفته بسیار خوبی داشته باشین. میدونم خیلی دوستان عزیز دارم به پیشواز یلدا میرن. سفره‌های رنگینتون، نمیدونم شادیاتون، همه چی به خوشی و خرمی بگذره و در کنار عزیزانتون واقعا لذت ببرید. مواظب خودتون باشین. لسکنم خواستین زنگ بزنین با شماره تلفن های عصر امروز. بله، 818-266-86-63. خدا نگهد. خدا نگهد. شب یلدا غمهات واسه فردا، بیا و اخمون باش جون همه مردا، جون همه مردا.
شب که تاریکه، ستاره بارونه، صبح هم که نزدیکه، کنج میخونه با یار تنازم، دست تو دستش دنیامو میوازم به چشم مستش. من هنوز می میخوام این شب پر ستاره، ساقیا میدونی دنیا وفا نداره. من هنوز می میخوام این شب پر ستاره، ساقیا میدونی دنیا وفا نداره. ساقیا می بریز تا صبح برات بخونم، ساقیا میدونی که قدر تو میدونم. امشب که تاریکه، ستاره بارونه، صبح هم که نزدیکه، کنج میخونه با یار تنازم، دست تو دستش دنیامو میوازم به چشم مستش. تو این شب یلدا هم هات واسه فردا، بیا و اخمونه با جونه همه مردا، جونه همه مردا. هرچی می تلختر مستی ما بیشتر، هر که غم نوشتر از دگران پیشتر. درد نابم بریز ساقی خوشنامم، هر که او پیشتر از همه درویشتر. امشب که تاریکه، ستاره بارونه، صبح هم که نزدیکه، کنج میخونه با یار تنازم، دست تو دستش دنیامو میوازم به چشم مستش. توی شب یلدا هم هات واسه فردا، بیا و اخمون